درود بر شما. با 180 ثانیه سه شنبه 18 بهمن ماه همراه ما باشید. در پی مسمومیت سریالی و دست جمعی دانش آموزان دختر در دست کم 12 مدرسه قم، اداره کل آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای تمامی مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس و به خاطر نگرانی اولیای دانش آموزان تعطیل اعلام کرد. برخی رسانه‌های شهر قم مدت تعطیلی مدارس این شهر را 2 روز و تعدادی از رسانه‌ها نیز آن را تا یک شنبه آینده اعلام کردند. فراخوان‌های مختلف و گسترده‌ای از سوی گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف برای دعوت از مردم به جهت حضور در تجمعات اعتراضی و اعتصاب سراسری در روزهای اخیر منتشر شده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ایرانیان خارج از کشور را فراخواند تا در گرد همایی‌های روز 22 بهمن شرکت کنند. همچنین گروه جوانان محلات تهران از مردم خواسته در روزهای 12 تا 22 بهمن هر شب علیه جمهوری اسلامی شعار دهند. فراخوان‌های گسترده‌ای نیز برای اعتصاب و اعتراض سراسری در روز 27 بهمن صادر شده است. با وجود درخواست صدها نفر از فرهاد میثمی، پزشک و زندانی سیاسی برای پایان اعتصاب غذا، او قصد دارد به اعتصاب غذای خود ادامه دهد. فرهاد میثمی از همه خواسته که جهت توجه به سمت مطالبات کنش باشد و اینکه چگونه میتوان در راه تحقق آنها قدم مؤثری برداشت. پس لرزه‌های شدید و خفیف همچنان مناطق زلزله‌زده جنوب ترکیه و شمال سوریه را تکان می‌دهند. پس از آنکه 2 زلزله شدید دیروز این مناطق را لرزاند، دست کم تا لحظه تنظیم این خبر 5000 نفر جان باختند و بیش از 15000 نفر نیز زخمی شدند. رئیس جمهوری ترکیه در 10 شهر آسیب دیده در جنوب این کشور به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده. همزمان بارندگی شدید و اطمینان نداشتن از ایمنی جاده‌های اصلی باعث کندی عملیات امداد در این کشور شده است. فاینانشال تایمز چاپ لندن میگوید با شدت گرفتن تحریم روسیه پس از حمله به اوکراین، نفتکش‌هایی که برای ایران سوخت حمل می‌کنند هرچه بیشتر به حمل نفت برای روسیه روی آوردند. این روزنامه میگوید تحقیقاتش نشان می‌دهد حداقل 16 نفتکش در 2 ماه گذشته شروع به حمل نفت خام روسیه کردند.